سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین های افغانستان و جهان. این اطراف میگویند که چالش های اقتصادی و امنیتی باعث فشار سخت اقتصادی شرکت های مخابراتی شده است و در سال روان میلادی ده‌ها میلیون دلار زیان دیدند. آنها میافزایند مصارف مجموعی روزانه ی شرکت های مخابراتی در زیان است. وزارت معدن و پترولیم تلاش دارد تا این وزارت به نهاد عایداتی بزرگ مبدل شود. مسئولان این وزارت میگویند در آینده نزدیک قراردادهای استخراج معدن مواد ساختمانی امضا خواهد شد. با باور آنان این قراردادها باعث رشد سریع اقتصاد در کشور خواهد شد. کنارگیری بنیانگذاران گوگل از مدیریت شرکت الفابت. لری پیج و سرگی برین دو بنیانگذار گوگل اعلام کردند که از مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره شرکت الفابت که گوگل زیر مجموعه آن است کنارگیری می کنند. با این حال این دو میلیاردر در 46 سال همچنان عضو هیئت مدیره الفابت و بزرگترین سهامدار آن باقی خواهند بود. قرار است که مدیر عامل فیلی گوگل مدیر عامل الفابت را هم بر عهده بگیرد. گوگل در سال 2015 میلادی اعلام کرد که با تغییر ساختار این شرکت زیر نظر یک شرکت مادر به نام الفابت فعالیت خواهد کرد تا تمیزتر و پاسخگوتر عمل کند. در پیج و سرگی برین گفته بودند که ساختار تازه به آنها امکان خواهد داد که بر فرصت‌های فوق‌العاده در گوگل تمرکز کنند. اما در این دو روز در یک نوشته بلاگ اعلام کردند که از سمت مدیریت الفابت کنار دوباره برگشتیم بیننده های عزیز و محور بس امروز هم در رابطه با زیان ده ها میلیون دلاری شرکت های مخابراتی به اثر نامنی ها. اینجا برای بحث بیشتر خانجان الکوزای عضو رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری اینجا با ما هستند. الکوزای صاحب سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. تشکر. سلام با شما و بیننده های شما. تشکر. آقای الکوزای، گفتم میشه که در این نواخر به اثر نامنی ها و فشارهای اقتصادی وضعیت شرکت های مخابراتی خوب نیست و در زیان هستند و حتی در این سالهای اخیر ده ها میلیون دلار زیان کردند. دیدگاه شما چه هست؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دقیق گپ است. نه تنها شرکت های مخابراتی بلکه تمام شرکت ها خدماتی، خصوصا اگر ایرلین هستند، اگر بانک هستند و همچنان شرکت های تولیدی و شرکت های وارداتی، شرکت هایی که تجارت میکنه صادرات واردات، واقعا در میاواخر به حالت بد قرار داره و روز به روز بیکاری و فقر صدایی در کشور اضافه میشه، خصوصا از بعد از 2015 و 16 که قوای ایساف از افغانستان برآمدن و کمکار به شکل از اشکال کم ساختن، کار کم شده، تشبث و تقاضا در مارکت کم شده و عرضه زیاد هستند. تمام شرکت ها که ما امروز میبینیم روز به روز خراب شده میرن، خصوصا در بخش مخابرات. بر شما معلوم هستند که یک ظرفیت بسیار بزرگی، اولین ظرفیتی که در افغانستان در سرمایه گذاری با وجود آمدن شرکت های مخابراتی بودن و این رسک قبول کردن و یک امتحان بود برشان و بالاخره دولت هم در این رابطه یک پالیسی درست و صحیح را انجام دادن. پروپوزالایی که داده شده بودن و امتیازی که برشان داده شده بودن، شرایطی که برای ایجاد یک مخابرات با وجود آمده بودن واقعا قوی بودن در شروع سالها و که افغان بیسیم با وجود آمدن خوشبختانه افتخار است و بعد از اون به نوبت های دیگر مخابرات با وجود آمدن با این ظرفیتی که حتی پیش بینی نمی شدن که در افغانستان اضافه از 20 میلیون سیم کارت توزیع شوه و در تمام افغانستان یا سرمایه. آقای الکوزایی، گفته میشه که فعالیت تعداد از شرکت ها در شماری از ولایت ها کاهش یافته. دقیقاً چقدر میتونه نامنی ها دلیلش باشه؟ بله، ما قبلا هم گفته بودیم که سر تمام تشبثات تاثیرات امنیت بسیار مهم هستند. چند چالش بسیار عمده ای که در مقابل سرمایه داری و در مقابل تشبث در افغانستان در می 20 سال وجود داره
یکی موضوع امنیت است دوم پرسن زیربنا وجود نداشتن همچنان مسئله فسادی اداری بودن که بسیار مشکل هستن که فساد هم بسیار یک مشکل جدی به وجود آوردن و حتی در می آخر ملاحظات سیاسی و برخوردهای سیاسی که در افغانستان میشه که یک اتفاق ملی وجود نداره و روز به روز انفلاق میکنن انتخابات شما میبینین این همی چار چالش سر تمام تشبسات تاثیر منفی کده بدون شک ما گفتیم که واقعا مخابرات در طول همی 20 سال که گذشتن دولت فقط مدیریت کردن و مدیریتشان هم یکقدر قوی بود یا نبودن اما افغان تلکم و سلام و این همی اطرا و فعالیت های خود کردن اما خود سکتور خصوصی واقعا یک ظرفیت بسیار جدی را به وجود آوردن و در تمام افغانستان شبکه کور شدن و در تمام افغانستان یعنی اینطور یک معجزه واری شدن که پرزن در 5 یا 6 یا 7 سال شما اضافه از 20 میلیون نفر تحت پوشش بگیرین و سیم کارت توزیع بکنین و مخابره برش برسه مسائل امنیتی در می آخر واقعا جدی مخابرات ما را متضرر ساختن و در حالت تاوان هستند. علاوه از او که اخاجه ها گرفته می شدن اول کم بودن قماندان های محلی و تا مخالفین و دیگه و دیگه که می گرفتن بالاخره از اخاجی مسئله به این رسیدن که علی قیدات وضع کردن مخابرات بند میکنن و برقش مصرف میشه سیستمش مصرف میشه پولش مصرف میشه مخابره صورت نمیگیرن و واقعا که امنیت یک چالش بسیار جدی و خصوصا در ولایت های شمال دمی و آخر واقعا که مشکلات بسیار جدی وجود داره و مخابرات تحت فشار آورده و ما به این باور هستیم که واقعا که امی مخابرات ما امی شرکت هایی که کاری مخابراتی را میکنن واقعا که در روزای اول خدمات بسیار سخت کردن و واقعا یک ریسک قبول کرده یک وطن فرستی بودن خو مپادم شاید در وقت کده باشه اما فعلا در حالت خوب قرار ندارن هم از لحاظ کیفیت مشکلات وجود داره در بعضی جایا و هم از لحاظ امنیتی مستقیما بالای مخابرات تاثیر کرده و در ضرر است سکتور خصوصی و این شرکت های خصوصی باید از سوی حکومت حمایت قوی شوند وظیفه حکومت در قبال اینها چه هست وظیفه حکومت در قبال او سرمایه گذاری نه تنها سرمایه گذاری بزرگ بلکه در تمام تشبسات خرد و کوچک در قانون اساسی پیش بینی شده ماده دای قانون و 11 و 13 قانون اساسی به شکل مشخص وظایف تقسیم کرده سکتور خصوصی چی وظیفه داره دولت چی وظیفه داره مردم چی وظیفه داره سکتور خصوصی وظیفه شانی است که سرمایه گذاری را بیارن پول خود بیارن سرمایه را بیارن کارخانه را جور بکنن تشبس ایجاد بکنن و بالاخره دریجه بیکاری را از بین ببره دولت وظیفه شانی هستند که فرصت های مناسب و فرصت های بسیار تسهیل کننده را برای سرمایه گذاری مساعد بسازه با شکل ارزان در را حمایه کنند سرمایه گذاری در مقابل سرمایه خارجی و سرمایه همسایه و ای را تامین امنیت بکنن و امنیت شبیگیرن بدون شک که نه تنها که دولت در طول 16 یا 20 سال نه تنها که امنیتشان در مقابل مخالفین خود نگرفته که نگرفته بلکه امنیت شخصی خود کمپانی ها را هم نتانسته که بگیره علی از بانک ها و از تمام خدمات که ما راپور میگیریم تقریبا از 15 الی 25% عواید تمام تشبساتی که هر کس میکنه فابریکات 15 الی 25% عوایدشان بالای امنیت تامین امنیت خودشان مصرف میشه دولت نه تنها که امنیت نمیگیره بلکه زمینه سازی را هم نمیکنن که فساد و مشکلاتی که در رابطه با موترهای زری در رابطه با اخذ کارت سلا در رابطه با دیگه مسائلی که در اوجا از لحاظ پرسونل به تکمیل شوه مشکلات ایجاد میکنن حالا ادامه این وضعیت چقدر میتونه که سبب توقف فعالیت این خواه بخصوص در ولایت هایی که ناامن شود با تاسف باید بگویم اگر این کار ادامه پیدا بکنن که مخابرات یک
رکنی بسیار مهم و جدی و بسیار اساسی در بدنه سکتور خصوصی است و در فعالیتای یا ماشینری سکتور خصوصی امی پرزه مهمش که هستند و مخابرات هستند. پیلا تمام تشبسات و تجارت و حتی بانکا ایرلینای هوایی، ساختمانی، ترانسپورت و هر چیزی که هستند کلش الکترونیکی شده تقریبا و کلشان توسط مخابرات و توسط تکنولوژی جدید رهبری میشه. اگر اینمی وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنن که در ولسوالی ها، در محلات، در شهرها، در راهها و تامین امنیت اینمی بخش گرفته نشوه و تاورای واکی دارن و می تاورایشان تحت تهدید بین و علاوازو که مخالفین یا هر کسی که از او پول می گیرن علی شرایط جدید وضع کده که او را در وقت که وا عمله می کنن یا حکومت عمله می کنن یا مخالفین عمله می کنن او را مجبور می سازه که او را خاموش بسازه، می سیستم کاملا خاموش بسازه. ای خو مخابرات است، ای خو تکنولوژی هستن. وقتی که پسی فعال میشه و پس برش اجازه داده میشه شما فکر کنید که یک فابریکا شما فعال کردین و بالاخره د ماشینری یک چیز د تولید رفت، یک چیز د ماشین هستن، یک چیز د دیگ هستن و در این وقت برق بره تا که برق پس میان وی فابریکا پس امی قدر وقت کار داره که پس امی قدر نوشم بگیره. و می خاطر مخابرات هم عین قانون داره تا که او را خاموش میسازه دو ساعت، چهار ساعت، پنج ساعت تا او قطار تیر میشه یا اوجا عمله صورت میگیره. بسیار مشکلات است که در مقابل امی مخابرات پیلان است. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنن نه تنها که امی تمام تشبسات در بخش مخابرات به صفر تقرب میکنه یا از بین میره یا فعالیتشان کم میشه، تعداد پرسنلشان کم میشه و بالاخره عوایدشان کم میشه، ظرفیت پایین میان، بلکه مستقیما سر دیگه تجارت هم تاثیر داره که دیگه تجارت هم خراب. آقای الکوزای گفته میشه که مصارف مجموعی روزانه شرکت ها هم بالایشان مثل یک باج هست و این چقدر میتونه قسم شما هم قبلا اشاره کردین روی کیفیت تغییر بیاره، کیفیت کار؟ خب کیفیت طبعا مردم زیاد شکایت داره، در اینجا شک نیستن و از لحاظ تکنیکی و از لحاظ علمی باید باز شوه. در شورای عالی اقتصادی بارها این مسئله یاد شده و وزارت مخابرات و رهبری جدید وزارت مخابرات که آمده هم در این بخش تلاش میکنن. مگر امی وضعیت اگه ادامه پیدا بکنن که شرکت در تاوان باشه، شرکت در زیان باشه، شرکت به این صورت کیفیت خود خوب کده نمیتانند. ای که در روزای اول در موقتا بودن که فرزن یا مدیریت سم نبودن یا ظرفیت های ناسالم جور شده بود یا سیستم نبودن، در روزای اول در وقتای اول که شرایط مساعد بودن شاید یک تعداد شرکت ها مفادی کده باشه. مگر آلی خو امی مشکلم که اضافه شد و یا هر چه تلاش بکنه تا امنیتش تامین نباشه، تا شرایط برشان مساعد نشوه و کیفیت خود خوب کده نمیتونه. اما به هر صورت تقاضای سکتور خصوصی در مجموع که جز ما پرزن امی مخابرات هستن، امی خدمات هستن، تقاضای ما از حکومت اینمی هستن که اگر میخواین که بالای کیفیت تغییر بیارن باید سر تکسا و سر چیز باید یک علمی بحث شوه که اینقدر زیاد تکس و مالیه که از امیا گرفته میشه و یا اوعید نداره به این صورت کیفیت بالا برده نمیتونه. با وجود که حکومت تمام چالش ها را میفهمن ولی باز هم چرا در عملش ناتوان هستن؟ خب حکومت خو یک بدبختی جنگ است، بدبختانه، و در جنگ اینمی حالت هستن که یک مشکلی بسیار جدی که یک طرف جنگ است، یک طرف یک تارگیت داده شده از طرف دنیا که شما باید امی 8 میلیارد دلار که شما بار دوش یک جنگ هستن و اینمی ماشین نظامی که یک قدر مصرف داره اینمی باید مردم افغانستان بده که به هیچ صورت از توان مردم افغانستان ما فکر نمی کنیم که مردم افغانستان بدون از 2 میلیارد دلار که ما سالانه اضافه از 2 میلیارد دلار یا در حدود 2 میلیارد دلار از مالیه و از محصول خود جمع میکنیم دیگه و دیگه فرصت هم نداریم. تنها مالی از تاجر و سرمایه‌دار گرفته میشه، از دیگه کس گرفته نمیشه، نه از زمیندار و
باغدار و حتی یک تعداد زورورا امرتکس دولتی خودم نمیتن. به می خاطر اگر این بار مکمل سر سکتور خصوصی بیارن ما فکر نکنیم که دولت دی چی شود. دولت فقط یک تارگیت برای خود تعیین کرده و او دی هستن که ما باید نمی تارگیت پورا کنیم. امسال 2 میلیارد شد، سال آینده باید 3 میلیارد شود و بعد از او این کمک ها کم میشه. ما چاره اساسی شی نیست. چراهای دیگر میتونه وجود داشته باشه و آیا واقعا پورا کردن این تارگیت ها خیلی مهم است؟ تا چه اندازه؟ خب مهم خوب این خاطر است که دولت تعهد سپرده که ما فساد از بین میبریم، عواید ما زیاد هستن و ما باید امی تارگیت پورا کنیم. اما این خب بیشتر بالای مردم فشار میاره، مردم دیگه بدون شک فشار میاره. شما ببینید که امی 10% تکس از مخابرات که امی 2 سال شروع شده این امی هستن، مالیه پرزن 2% بود و به 4% رسید، علی به 6% رسیدن و امی طور گمرکاتی که بودن ما یک وقت مکسیمان پرزن 5% تعرفه داشتیم، باز رفتن به 8%، باز رفتن به 12%، علی به 25% مکسیمان رسیده که بسیار بلندترین تعرفه بر این طور یک کشور جنگ زده هستن. ما فکر میکنیم که دولت و دنیا اگر سریع فکر نکنه تا جنگ ختم نشوه. اولین مسئله اینمی است که تا اینمی ناسوری که در اینجا وجود داره و فعلا امی مشکلی که وجود داره و این مرض مهلکی که جنگ است اینمی وجود داره، این تداوی نشوه و بسریع فکر نشوه. ما هر چقدر پولی که دنیا بیارن، 132 میلیارد دلار که امریکایی ها میگن که 132 میلیارد دلار در اینجا آورده شده، شما ببینید که 132 میلیارد دلار فقط یک رقمی بسیار زیاد هستند. حتی در جنگ اگر حساب شما فکر میکنیم 1 تریلیون دلار شاید مصرف شده باشه. بمی که پردن میفته در شهرها، در قریجات، مادر بم و فدر بم، اینمی هر یکشان به میلیاردها دلار قیمت داره. ما فکر میکنیم که هر قسم میشه باید که دولت سر صلح، سر مصالحه و سر صحبت های ملی باید فکر بکنن و اول امی سیاست افغانستان که اصلا، امی سیاسیون ما که اصلا، در داخل نهادی که اصلا، در داخل بطن دولت که است، این واحد شود که یک نظر واحد از لحاظ ملی داشته باشه و اگر نظر ملی نداشته باشه یک بیتفاقی و یک جدایی بین دولت و بین ملت انشالله متاسفانه که به وجود آمده. آقای الکوزی، از دید شما تا چه حد رهبری جدید وزارت مخابرات میتونه برای حل این معضل تلاش بکنه و ظرفیت در وزارت مخابرات چگونه است؟ خب تا جایی که ما میبینیم رهبری جدید وزارت مخابرات که خودشان هم از سکتور خصوصی هستند و دوست ما هم هستند، واقعا تلاش داره و ارمان دارن و متحد هستند که باید تغییر به وجود بیارن. مگر در افغانستان نه، بلکه در تمام دنیا و در تمام کشورها و حتی در پدیده های اجتماعی و در پدیده های تکنیکی یک اصل هستند که یک به دیگه وصل می باشه. با تنهایی یک وزارت مخابرات نمیتونن که پرزن رهبری وزارت مخابرات بتونن که امی تمام مشکلات و پرابلما را یک دم حل بکنه. این ارتباط داره با دیگه وزارت خانه، ارتباط داره با وزارت مالیه، ارتباط داره با بانک، ارتباط داره با بودیجه، ارتباط داره با شورای وزیران و سطح گپ هست. اما و ارتباط داره با سیستم که سیستم هم هر وزیری که آمده یک سیستم جور کرده، او سیستم با دیگه وزیر، با فرمایش دیگه وزیر دیگه سیستم با وجود میان. این طور یک سیستمی که بنیادی باشه این در افغانستان وجود نداره. اما تا جایی که ما میفهمیم رهبری جدید و وزیری که نو آمده متحد هستن و تعهد داره و اگر زورش برسه میتونن که این مشکلات حل کنن. بسیار خوب، در پایان برنامه هستیم و خیلی کوتاه وضعیت مبهمی که در حال حاضر وجود دارد، اگر سال آینده هم این گونه باشه، شما وضعیت شرکت های مخابراتی را، سکتور خصوصی را چگونه میبینید؟ و ما قبلا هم گفتیم که چقدر نگران کننده. ما قبلا هم گفتیم که در تمام شرکت های حالت است، مگر چون مخابرات یک علای اتصال است و وصل است مستقیما زیر تهدید هستند. بانک ما عین مشکل داره، ایرلندی هوایی عین مشکل داره و سقوط کده میرن. ما فکر میکنیم که اگر اینمی مشکلی، اینمی شرکت های مخابراتی که فعلا آمده دولت هم میفهمه و هم یادداشت خود به وزارت مخابرات و اطرا و به کلشان داده، حتی امی بعضی شرکت های خواه هستن که به این چیز است بدنام است که تو دولتی هستی، با او بسیار بد برخورد صورت میگیره. به هر صورت اگر توجه نکنن ما به این باور هستیم که ما در یک حالت بد
روبروی خواهد شدیم. خیلی سپاس. خان جان الکوزای عضو رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری از اینکه شما در زیربنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، این بود برنامه امروز. تا فردا، خدا نگهدار.